تو این ویدیو میخوام در مورد بررسی بزرگترین پرونده فساد فوتبال ایران که دیشب عادل فردوسی پور در ویدیوکست 365 پرداخت با هم دیگه صحبت کنیم. حالا در مورد فضای مجازی هم صحبت خواهیم کرد. با خبرهای کوتاه شروع بکنیم که عباس چمنیان به عنوان سرمربی تیم زیر 17 سال ایران منصوب شد. استوری افشین پیروانی و تقدیر از اسمار ویرا که گفته ممنون بابت تمام زحمات برای پرسپولیس قهرمان. هلدینگ خلیج فارس هم لازمه که هرچه سریتر تکلیف نیمکت استقلال رو مشخص بکنه. هوادار استقلال گمان میکرد با تغییر مالکیت شرایط باشگاه گل و بلبل میشه، اما بیشتر شتر گاو پلنگ شده. حالا یکی از خبرگزاری ها در مورد تکلیف نیمکت استقلال اینجوری گفته: هانی فرزند زنده یاد هادی نوروزی که دیروز با علی خان دایی دیدار کرد که هادی نوروزی خدا رحمتش بکنه. در مورد وضعیت فضای هواداری، من دیشب داشتم خبرها و کامنت ها رو چک می کردم. وضعیت فضای هواداری استقلال چندگانگی به وجود اومده که محصول دخالت‌های برخی افراد نزدیک به سرمربی هستش، اوضاع استقلال بدجور آشفته کرده. با این شرایط در صورت موندن نکونام با اولین شکست شاهد بالا گرفتن جنگ و دعوای رسانه‌ای و هواداری خواهیم بود. سر حمید درخشان علی دایی هم پرسپولیسی‌ها یه مدت اینجوری با این مشکلات مواجه شده بودند. آیا سرنوشت منصوریان در انتظار جواد نکونام؟ نمی‌دونم، بعیدم نیست. رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی هم گفته که اتفاق جدیدی رخ نداده و همه چیز کماف سابق تراکتور با مدیریت و مالکیت قبلی به کارش ادامه میده. کنعانی هم خطاب به اسمار ویرا که گفته مربی دلم برات تنگ شده، وقتی در روندو یا همون آقا وسط همیشه وسط بودی که یه کنایه و یه شوخی کرده بیشتر با اسمار ویرا. مهدی ترابی هم دیروز برای تمدید قرارداد جلسه ای رو با درویش برگزار کرد و طرفین بعد از سر و کله زدن بسیار بر سر مبلغ قرارداد در نهایت به توافق نسبی رسیدن. آها، برسیم به افشاگری جنجالی رضا جاودانی عضو کمیته انضباطی در رابطه با فساد مس رفسنجان، که حالا تیتر به تیتر واسهتون بذارم که گفته تنها بحث دادن سکه مطرح نیست، یه سری روابط خارج از عرف وجود داشت که باید به اون رسیدگی بشه. اونطور که من شنیدم 6 میلیارد تومان صرف یه جادوگر شده، 750 سکه به دستور سرمربی و از سوی علی علیزاده تقسیم شده. این موضوعات هنوز باید پیگیری بشه. اینا رو رضا جاودانی داره میگه. در شهرک بنفشه کرج یه خونه به یکی از اهالی رسانه به علاوه یه دستگاه پژو 2008 داده شده، به یکی از تهیه کننده های برنامه‌های ورزشی هم ساعت 600 میلیون تومانی دادن. به همون تهیه کننده یه واحد تجاری در میدان پالیزی هم اهدا شد که من از این موضوع اطلاع داشتم. پول میدادن تا فردی تو یکی از شهرهای شمالی کشور روابط غیر شرعی برای اونا رقم بزنه. ببینید چقدر اینا، وای نمیگم. سکه لای پسته به اونا داده میشد. از اون مدیر پرسیدن میدونستی سکه لای پسته ها بوده و اون این موضوع رو تکذیب کرده. اگه بخوام حالا کلا مباحثی که بررسی کرد و با هم دیگه صحبت بکنیم، میگه که مجبور شدن به عوامل اون برنامه که برنامه فوتبال برتر باشه یه ساعت رولکس 600 میلیون تومانی بدن، به یه مجری صدا و سیما یه ماشین دادن که گم شده، یه واحد تجاری دادن به تهیه کننده یه برنامه فوتبالی، 70 میلیارد تومان در ساخت ورزشگاه رشوه دادن به یه مسئول سازمان لیگ که از طریق اقوام نزدیک چند داور به این داورا پول داده شده، 400 سکه در سه صرافی به دلار برای داوران تبدیل شده. تو پرونده فساد فوتبال ایران 6 میلیارد تومان به یه جادوگر داده شده، 750 سکه به دستور محمد ربیعی مربی سابق مس رفسنجان بین افراد مختلف پخش شده. تو این پرونده به یه مجری معروف صدا و سیما ماشین داده شده که همون ماشین الان گم شده. بخشی از این پول گم شده در مس رفسنجان صرف این شده که تو شمال برای این افراد پارتنر برای رابطه غیر مشروع بیارن. شکایت میکنم از کسایی که گفته بودن من بازداشت شدم. من اینستاگرام ندارم، اما چند تا صفحه برام ساختن. اینا رو رضا جاودانی داره میگه. خوشحالم با آدمی حرف میزنم که هیچ وقت ندیدم بگه پشت سر من چیزی نیست و هر کسی داره بیاد نشون بده. این نشون دهنده سلامت فردوسی پوره. سال 97 برنامه رو از تو گرفتن، 98 فسادها شروع شد. فساد فدراسیون در جریان یه سری مسائل قرار نگرفته. بس فراتر از گرفتن ماشین و زمین و آپارتمانه. روابط خارج از عرف تو این فساد بوده. 6 میلیارد تومان پول جادوگر داده شده. در شهرک بنفشه به یکی از اهالی رسانه یه خونه و یه پژو 2008 دادن و به بعضی‌ها هم پژو 2007 دادن. یه واحد تجاری در میدان پالیزی اینا رو صحبت کردیم. میگه که
از سهیل مهدی شنیدم که گفته بود مشاور می‌خواستن، اما طبق ماده 72 نباید ارکان فدراسیون سمت‌های این چنینی بگیرن. عادل فردوسی پور هم در این خصوص گفت مبلغ 250 میلیون از یه باشگاه لیگ برتری به حساب یه خانم در شمال رفته، پیگیری که کردن این خانم گفت از من برنج خریدن و بعداً مشخص شد اینطوری پول‌ها رو خارج می‌کردن. از 20 چهره اخیر که ادعای پرسپولیس رو بر عهده گرفتن، 10 مربی خارجی بودن که تو این بین 5 مربی فقط به مدت یک نیم فصل نشستن روی نیمکت قرمزا رو تجربه کردند که اسامی اونا رو مصطفی دنیزلی، نلو وینگادا، زلاتکو کرانچار، گابریل کالدرون و اسمار ویرا تشکیل میدن. نگفتم نمونه که اسمار با قهرمانی پرسپولیس در لیگ 23 به چهارمین مربی خارجی تاریخ این باشگاه تبدیل شد که موفق به جام آوری شده. قبل از اون آلن راجرز، استانکو و برانکو ایوانکوویچ به این مهم رسیده بودند. حضور چهره‌های سرشناس در دوره مربیگری درجه A آسیا، بازیکن‌های سابق فوتبال ایران مثل سید جلال حسینی، وریا غفوری، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، اشپیتیم آرفی، ادمون بزیک، مهدی هاشمی نسب، حسین ماهینی، علیرضا نیکبخت وایدی و رحمان احمدی از کسایی هستند که در این دوره شرکت کردند. تشویق اشکان دژاگه توسط حاضران در کلاس به خاطر سالها تلاش برای فوتبال ملی رو می‌بینید. مدیر برنامه سرشناس ایتالیایی هم گفته که تارمی بی صبرانه منتظر شروع کارش در اینتره. اون ماها قبل انتخاب خودش رو انجام داد. تارمی یکی از موکلین من نیست. من فقط به عنوان واسطه انتقال اون رو تسهیل کردم. اما با مهدی وقت گذروندم و باید بگم اون پسر دوست داشتنیه. تارمی در اینتر خیلی خوب جا خواهد افتاد و مطمئنم که هوادارا از داشتن اون بسیار خوشحال خواهند بود. یه سوالی هم که از عادل فردوسی پور مطرحه و برنامه فوتبال 360 میگن که نزدیک به 1 ساعت و 10 دقیقه شما ویدیو کست درباره فساد مثل رفسنجان منتشر کردید، اما درباره پر میمه چهره‌های رسانه‌ای اصلی پرونده هیچ چیز نگفتین، یعنی پژمان راهبر و مهدی حجبری. به جای اون به تخلف عوامل اصلی برنامه‌ای که همه اون رو میشناسن پرداختین. پژمان راهبر و مهدی حجبری رفیقای استادن دیگه. خلاصه برنامه فوتبال 360 هم اینجوریه که بعد از اینکه برنامه 90 تعطیل شد، فساد در فوتبال ایران را افتاد و عادی شد و ترویج پیدا کرد. قبل از اون و در زمان 20 سال پخش 90 هم هیچ فسادی در فوتبال ایران نبوده. ای کاش عوامل فوتبال 360 که اقدام و تلاش قابل احترامی برای رسیدن به پرونده فساد داشتن و دارن، خیلی این مسئله که فوتبال یک کشور درگیر اونه رو شخصی نکنن و برای پرزنت کردن خودشون بر تبل فساد فوتبال نکوبن. اینو یکی از خبرگزاری‌ها داره میگه. حقیقت اینه که فساد در فوتبال ایران هست و از سال‌ها قبل هم وجود داشته. حتی زمانی که 90 پخش میشد. رضا جاودانی عضو کمیته فدراسیون فوتبال رو از سمت خودش برکنار شده بدونید. اینم یکی از خبرگزاری‌ها گفته و گفته که اون به عنوان یه مقام رسمی اولا اجازه مصاحبه نداشت و اطلاع رسانی درباره این پرونده الان در حیطه اختیارات اون نبود. نکته مهمتر بعدی اینه که حقیقت اصلی در دادگاه و مراجع صالح رسیدگی کننده به پرونده روشن خواهد شد و بسیاری از اطلاعات ناقص یا مخدوش ارائه شده رسمی و تایید شده نیستند. به همین ترتیب جاودانی که بدون مجوز مصاحبه داشته از عضویت کمیته انضباطی برکنار خواهد شد. اونم به خاطر اختلاف با مدیران صدا و سیما و شبکه 3 از تلویزیون جدا شده بود و بخشی از حرفای اونم رنگ و بوی تسویه حساب شخصی داشت. افشاگری و رسیدن به پرونده فساد تا جایی قابل تقدیره که در ظاهر و باطن برای کمک به فوتبال باشه، نه اینکه از فضا برای دعوای شخصی خودتون نهایت سوء استفاده رو داشته باشید. عادل فردوسی پور چهره پرطرفداریه و خیلی‌ها اون هرچی بگه چشم بسته قبول دارن. متا بهتر بود که در برنامه‌ای که پخش کرد رد کینه شخصی و دعواهای قدیمیش با تلویزیونی‌ها رو به احترام مخاطبان و مردم پاک می‌کرد که حالا این اتفاقو نکرد و من گفتم خدمتتون بگم. وریا غفوری هم مثل اینکه مصاحبه کرده، با هم دیگه ببینیم. غفوری بعد از پایان لیگ شما این مصاحبه انجام بدید در مورد شرایط استقلال و عدم قهرمانی این تیم، خواست در مورد جواد نکونام صحبت کردید، نقطه نظراتتون رو گفتید، مواجه شدید با یه سری از واکنش‌ها. حالا خواست در مورد شما آقای امیرحسین صادقی صحبت کردن. شما هم اشارهتون به این موضوع بود که استقلال آرامش نداشت و بهانه‌گیری‌ها جام رو از استقلال گرفت. حالا صحبت کنید در مورد استقلال، جواد نکونام و امیرحسین صادقی. ببینید، من به عنوان یه استقلالی تمام دغدغه‌م استقلاله و همیشه دوست دارم پرچم این تیم بالا باشه. همیشه با تمام وجودم بازی کردم برای این تیم، همیشه قلبم با این تیم بوده.
ما هم الان که نیستیم در اون چرخه مثل هواداریم ناراحت میشیم، دوست داریم تیممون قهرمان بشه و استقلال با شخصیت داشته باشیم، استقلالی که همیشه بهش میبالیم. و هر چی گفتم نقطه نظراتم بوده و به نظرم نظر هر کسی محترمه. منم یه توصیه داشتم به هولدینگ، امیدوارم که اتفاقات در انتها خروجیش این باشه که استقلال بتونه پیشرفت داشته باشه، ما بتونیم بهش ببالیم و افتخار کنیم به این تیم. هوادارا لحظات خوبی رو تجربه کنن، خاطرات خوبی رو تجربه کنن، چون ملاک فقط قهرمانی نیست، درست قهرمانی مهمه، ولی به نظر من اون چی که برای تیم ما مهمه اون شخصیت تیمیه که همه هوادارا تو این سالها، تو این 80 سال قدمت بهش بالیدن و ایشالله که در ادامه هم بتونه این تیم موفق باشه و بیشتر مایه افتخار بشه برای هوادارا. خیلی مسائل رو ارتباط دادم به مشکلاتی که شما با آقای نکونام توی فولاد داشتین و اصلا میخواستم خودتون در این باره شفافتر صحبت کنید. ببینید، من اگه میخواستم شخصی صحبت کنم اصلا یه جور دیگه حرف میزدم، بحث من اصلا شخصی نبوده و اگه نیاز باشه یه روز شخصی صحبت کنم همه چی باز میکنم. من فقط به عنوان یه هوادار، به عنوان یه دوستدار استقلال نظرات خودم رو بیان کردم و امیدوارم تأثیری داشته باشه، خروجی داشته باشه برای این تیم بزرگ و اصلا شدیداً اینو رد میکنم که خصومت شخصی اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما حق نداریم خصومت شخصیمونو نسبت به یه همچین تیم بزرگی وارد کنیم، اصلا حق نداریم و هیچ بازیکنی، هیچ مربی، هیچ کسی حق نداره سهمی بخواد، چون این تیم برای مردمه، میلیون ها عاشق داره و این دور از انصافه یک کسی بیاد خصومت شخصی یا سهمخواهی کنه نسبت به این تیم. هر کسی میتونه کمک کنه به این تیم باید کمک کنه و هر کسی هم نمیتونه، خب بالاخره گذر زمان، مردم، اتفاقات، رسانه ها هستن، همه چیز ثبت میشه و مشخص میشه که هر کسی به چه قصدی صحبتی کرده یا چه عملی انجام داد. آقای غفوری، شما به عنوان کاپیتان استقلال در قهرمانی که فرهاد مجیدی و استقلال بدون شکست کسب کردن دیگه حضور داشتین، چه تفاوتی دیدین در حالا استقلال جواد نکونام رو از رسانه ها میدیدین و حالا کنار بودین ولی اون موقع کاپیتان استقلال بودین، چه تفاوتی بین استقلال فرهاد مجیدی و جواد نکونام بود؟ واقعیتش من دوست ندارم امروز در مورد تفاوت ها صحبت کنم. فرهاد مجیدی برای من یه شخصیت فوق العاده قابل احترامه، کاری کرد کارستون، یعنی واقعا رکورد زد، قهرمانی به دست آورد، سرش بالاست و نه فقط من، وظیفه همه اهالی فوتبال که با احترام در موردشون صحبت بشه و جایگاه خودشونو داره در قلب هواداره استقلال و من نمیخوام مقایسه کنم و امیدوارم در انتها استقلال به این نتیجه برسه، مدیران، کسایی که امروز تصمیم گرفتن برای این تیم به این نتیجه برسن که این تیم بتونه رشد کنه، ارتقا پیدا کنه و در انتها بتونه موفقیت جام به دست بیاره. آینده شما رو در نیمکتی که از تیمای دیگه برتری خواهیم دید بوریا جان؟ ببینید، این تصمیم من نیست، حالا اینو باید از مدیرای باشگاه بپرسید. ما اومدیم دورمون رو بگذرونیم و به امید خدا ببینیم چه اتفاقی میفته. آخرم تشریف آوردین استادیوم آزادی ولی خب به هر حال ندیدیمت، یعنی نذاشتن اصلا ما باید به نزدیک بشیم. این سری مسائلی به هر بود، میشه صحبت کنید چی شد اصلا این روز؟ حضورت میتونست خیلی انگیزه بده به بازیکن. دقیقاً اگه دقت کرده باشید من تو طول هفتم حمایت کردم تیمو، چون واقعا احساس کردم بعد از اون نتیجه تساوی احساس کردم که استقلال به حمایت همه جانبه نیاز داره. منم وظیفه خودم دونستم که هم حمایتم رو اعلام کنم، هم یه انرژی مثبت به برای بازیکن‌ها بدیم، هم به هوادارهای شور هیجانی بدیم که خودم هم حضور پیدا کردم تو استادیوم. متاسفانه یه سری مشکلات پیش اومد که من نتونستم مثل
بقیه دوستان برم در جایگاه حضور پیدا کنم و حالا پرداختم بهش درست نیست، ولی امیدوارم این مشکلات حل بشه، همه چی عادی بشه. فرشاد احمدزاده بر سر دوراهی بزرگ مونده، استقلال یا پرسپولیس، با ببینیم کدومش رو انتخاب خواهد کرد. در مورد پرونده فساد، ببینید هر ادعایی به معنی قطعی بودن فساد رخ داده نیست. بعضی از وایس‌های پخش شده در پرونده فساد نیاز به بررسی بیشتری داره و این احتمال وجود داره. برخی ها برای تسویه حساب شخصی به آدم‌ها برخی اطلاعات تایید نشده رو به عوامل فوتبال 360 داده باشن. مثلا اگر ما یه وایس و روایت بازسازی شده علیه عادل فردوسی پور پخش کنیم که بگه اون تخلف کرده، همه باید باور بکنن و شاهد بازنشر گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باشیم. حقیقت اینه که هر ادعا و هر نقل قولی نیاز به بررسی دقیق و رسمی در دادگاه داره و بسیاری از این موارد مطروحه قطعی نیست. اتهام زدن به آدم‌ها قطعاً به معنی رسمی بودن فساد نیست. بازم تاکید می‌کنم تلاش برای پرداختن به ابعاد مختلف موضوع فساد قابل احترام و اشکالی نداره، ولی هر چیزی که شما پخش کنیدم حکم نهایی و حقیقت کامل نیست. جهت‌دهی به افکار عمومی به بهانه پرونده فسادم اقدام حرفه‌ای نبود، اینو خبرگزاری‌ها گفتن. رضا جاودانی هم جالبه بهتون بگم در سال 1395 به خاطر ارتباط خوبش با مهدی تاج عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد. متا الان بعد از 7 8 سال از فساد گسترده در فوتبال میگه. شما به عنوان عضو رکن قضایی فدراسیون برای مقابله با فساد چیکار کردین؟ اگه به قول خودتون که در برنامه گفتین بعضی چیزا رو میدونستین ولی در حیطه اختیارات شما نبود، چرا به کمیته اخلاق و مراجع ذی‌صلاح گزارش محرمانه ندادین؟ اصلا چرا الان این حرفا رو میزنید؟ چرا تلاش نمیکنید قوانین و مقررات انضباطی فوتبال کشور آپدیت بشه و از این حالت قدیمی منسوخ شده خارج بشه؟ اشکان هم صحبت کرد و گفت که این حواشی‌ها هر سال اتفاق می‌افته. حتی در سال‌هایی که خودم بازی می‌کردم هم شاهد این اتفاقات، حواشی و اعتراض نفرات روی نیمکت تیم‌ها بودیم. متأسفانه این قضیه‌ها درست نشده و بدتر هم میشه. ما امیدواریم یه روز این اتفاقات کمتر بیفته و یه روزی هم اصلاً در فوتبال وجود نداشته باشه. امیدوارم روزی برسه که همه تیم‌ها به اتفاقات درون زمین متمرکز بشن و بیشتر به اون رسیدگی بکنن. یه صرفاً جت یادآوریام بگم که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده گفته که ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان چند روز قبل درباره متهمان رسانه‌ای پرونده فساد گفته بود یکی دیگه از سردبیران رسانه‌ها هم به دلیل بیماری تقاضای مهلت کرده که پرونده اون در مرحله رسیدگیه. همه میدونن که اون مهدی حجبریه و در برنامه فوتبال 360 به اون هیچ اشاره‌ای نشد. رئیس کل دادگستری استان کرمان حتی گفته بود یکی دیگه از متهمان پرونده سردبیر یکی از سایت‌های مشهور ورزشی که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در حال حاضر با قرار وثیقه میلیاردی آزاده، همه میدونن که اون پره یا همون پژمان راهبره. به این اطلاعات رسمی و بسیار مهم و تایید شده از سوی مقام رسمی رسیدگی کننده هم پرداختین؟ یعنی شما نمیدونید مدیرای رسانه‌ای که این افراد در باشگاه منصوب میکنن مسئول سکه و پول جمع کردن برای اونا از مربیا و بازیکن و مدیرا هستن؟ مهدی تاجم صحبت کرد و گفت که فوتبال ویژگی‌های خاص خودش رو داره و پیروزی، شکست و حواشیش پررنگ میشه. بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی و عمده صفحات رسانه‌ها از فوتبال پر میشه. اگه تلویزیون برنامه فوتبالی نداشته باشه، نمیدونم چه چیزی میخواد نشون بده. فوتبال با همه جذابیت‌هایی که داره، با هیچ پدیده اجتماعی قابل قیاس نیست. دو شب پیش خرم‌آباد بودیم و برای من مهم بود که این همه جمعیت تو دیدار هفته پایانی لیگ دست اول به ورزشگاه بیاد. البته خطراتی هم داشت، چون ورزشگاهی که 10,000 نفر گنجایش داره 30,000 نفر میاد و ممکنه اتفاقاتی بیفته، ولی خدا رحم کرد و اتفاقی در هیچ ورزشگاهی نیفتاد. سیروس پورموسوی هم یه پستی رو گذاشت و گفت که بعد از 2.5 تلاش صادقانه که به لطف خدا منجر به حضور و بقا در لیگ برتر شد، الان با افتخار از این باشگاه بزرگ و هواداری عزیزی که واقعا تو این مدت با حمایت‌هاشون برای ما سنگ تموم گذاشتن خداحافظی می‌کنم و براشون در ادامه
ادامه مسیر آرزوی موفقیت دارم. البته این خداحافظی حرفای زیادی داره که انشالله به وقتش بازگو خواهم کرد. واکنش فدراسیون فوتبال به اظهارات رضا جاودانی که گفته حفظ حرمت و آبروی افراد مورد تاکید همیشگی ما بوده. از طرف دیگه با عنایت به اصل براءت و اینکه تنها رکن قانون رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی مرجع قضایی صالح است، با توجه به صحبت‌های مطرح شده از سوی رضا جاودانی در مصاحبه با یک رسانه، این اظهارات صرفاً دیدگاه شخصی اون بوده و هیچ گونه ارتباطی با جایگاه تشکیلاتی نامبرده نداشته، نداره و نخواهد داشت. ارکان قضایی فدراسیون طبق قوانین و آیین‌نامه‌های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا از هر گونه مصاحبه گفتگو ممنوعند. اگرم اطلاعاتی وجود داره، باید در اختیار مراجع قضایی قرار بگیره و در این باره فدراسیون فوتبال هم کماف سابق همکاری‌های کامل و تنگ و تنگی با مراجع زیرفت خواهد داشت. اولین واکنش فدراسیون فوتبال به اظهارات رضا جاودانی درباره پرونده فساد و افشاگری‌های انجام شده فراتر از مسخره بود. همین جمله‌ای که گفتم، گفتن اون اظهارات شخصی خودشو گفته و حرفش ربطی به ارکان قضایی فدراسیون نداره. مثل اینکه مهدی تاج از انتشار این برنامه با حمله مستقیم فردوسی پور به برنامه فوتبال برتر به عنوان مهمترین برنامه منتقد خودش رضایت کامل داشته و داره. آقایون، رضا جاودانی از موقعیت خودش به عنوان عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و یه منبع رسمی این افشاگری رو انجام داده و اصلا نقطه نظرات شخصی نبود. الان مثلا مهدی تاج این مصاحبهشو با هم ببینیم. این موضوع مال 1400 اصلا بنده در فدراسیون فوتبال نبودم. ادعای من بیا حالا، شما میدونید من جوابگویی نمیخوام، با هر چی جواب بگم آقا من نبودم، اون بود، این چه اخلاق من نیست. ولی شما میدونید من 1400 این اتفاقا چه افتاده اصلا در فدراسیون نبودم. ولی آیا الان مسئول پیگیری هم بعد؟ مهدی تاج دو نقطه، این پرونده در سال 1400 اتفاق افتاده و من اون موقع در فدراسیون فوتبال نبودم، ولی من چنین اخلاقی ندارم که بگم اون بوده من نبودم، الانم مسئول پیگیری هستم. ولی آقای تاج ببینید که اسناد و مدارک منتشر شده در برنامه فوتبال 360 نشون داد که پرونده مربوط به سال 98 تا 400 بوده که اتفاقا شما در فدراسیون فوتبال مسئول بودین. ضمن اینکه اسناد کارت به کارت و پولچویی داوران تو این برنامه منتشر شد که نشون داد در همین چند هفته قبل لیگ 23 هم فساد داوری اتفاق افتاده. پس خیلی تلاش نکنید بگید شما نقشی نداشتین. از سال 86 تا الان شما در فوتبال ایران همیشه جزو مقامات اول تا سوم بودین و بسیاری از این ساختار پر از ایراد در مدیریت جنابالی در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال شکل گرفته. میلوش دلتیچ با جدایی از تراکتور راهی پانسریاکوس یونان شد. اشکان دژاگم در ادامه صحبتش گفته که زیاد شایعات وسنم به پرسپولیس و استقلال بود، اما فقط باید بگم قسمت نشد. اولین حضورم برای تراکتور بود و خیلی هم افتخار میکنم که 3 سال اونجا بودم. یکی 2 سال نزدیک بود به استقلال برم ولی نشد. سجل و حسینی هم یه مصاحبه کرده، ببینیم با هم دیگه برمیگردیم. هستم در خدمتتون. برای سخت دیگه، هر سال همیشه همین بوده برای پرسپولیس، سالها این مشکلات پیش اومده و آقای عثمان هم که خیلی زحمت کشید تیمو قهرمان کرد و الانم که دیگه در جمع پرسپولیسیا نیست. امیدوارم که مدیرای باشگاه، کسایی که تصمیم گیرنده هستن، بتونن تصمیم خیلی خوب بگیرن، چون واقعا امسال کار خیلی سخت داره به مراتب، به خاطر که تو آسیا ما باید از حق ایران دفاع بکنیم و این کار خیلی سختی. حالا نمیدونم برنامه‌ای که دارن، چه مالک جدید، چه خود مدیریت و سیستمی که هستن، من اینو میدونم که باید تصمیم خیلی درست و قوی بگیرم. خود در جریان آخرین من میخواستم مربی هستین، از اسکوچیش به عنوان گزینه اصلی نام برده میشد که گفتن سر مسئله مالی به توافق نرسید. حالا اصلا شما در جریانش هستین؟ خودتون توصیه‌ای داشتین کادر خارجی؟ هنوز خودشون هم فکر کنم در جریان نیستن که قرار با کی مذاکره بکنن. امیدوارم که حالا یه کارگروه یا گروه قوی خیلی زود تشکیل بدن و یه تصمیم درست بگیرن برای پرسپولیس و هوادارا که همیشه میگن که متاسفانه حالا این اتفاقی که افتاده زمان بله 100% در دست میره، ولی میگم یه تصمیم درست بگیرن. خیلی شما هست تو کادر قراردادتون هست ادامه داره با پرسپولیس؟ ما قرارداد نداره. نه به عنوان کسی که تمام قرارداد دارید دیگه قطعا 100% اصلا این افتخاره واسه هر کس، هر بازیکن، هر مربی که
کنار تیم پرسپولیس باشه. آقا حسین اگه به خودتون پیشنهاد بدن حالا کارو شروع کنید مثل دوره‌ای که آقای باقری شروع کرد کارو تا آقای کالدرون اومدن، این پیشنهاد رو قبول می‌کنید؟ حالا تمام تمرکزم روی کلاس و تمام تلاشم دارم می‌کنم که کلاس A رو پشت سر بذارم و میگم این تصمیمات تصمیماتی نیستش که اصلا بخوایم در موردش صحبت بکنیم. در مورد باشگاه بزرگ پرسپولیس مطمئنا یه تصمیم بزرگ و یه کار بزرگیه که باید مدیریت انجام بده. امیدوارم که بتونن اینو توی یه مسیر خوب بذارم و یه کار خیلی خوب. دیگه واسه پایان قرارداد بازیکن یه سری تعهدات بازیکن رو برسه قراردادشون تمام شده باید تمدید کنن. اینم یه خورده شرایط سخت. مثلا مهدی تورابی اصلا ببینید که درست گفتی چند تا بازیکن قراردادشون تموم شده و یه مشکل بزرگ هست که هنوز سرمربی نیستش و سرمربی باید خودش انتخاب بکنه که با چه بازیکنایی میخواد تمدید بکنه، چه بازیکنایی میخواد جذب کنه. زمان کمیه و بازیایی که میگم من بیشتر فکر به این میکنم که بازی کردن تو آسیا دیگه سخت شده و باید یه تیم قدرتمند داشته باشه. آیا بعد از قهرمانی پرسپولیس با حجمای زیادی از سمت حالا تیمای رقیب و اینا به سمت پرسپولیس اومد؟ چند روز بعد دانشجو در این رابطه با کنش نشون داد شما به عنوان یکی از پیشکسوتان این تیم و کسی که سالها کاپیتان پرسپولیس بودین و الان تو کادر فنی، صحبتی در رابطه با این موضوع دارید؟ روزای سختی بودش، قهرمان شدیم و من فکر کنم هوادارمون همین الانم میتونن خوشحالی بکنم. نظر من اینه که الان باید یکی از قوی ترین تیمای پرسپولیس بسته بشه. یعنی تمام فکر من اینه که اگه قرار سال دیگه چه توی لیگ برتر، جام حذفی، تو آسیا موفق باشه، همین الانه. یعنی دارن زمان از دست ندن. یکی از قوی ترین تیم‌ها باید بسته بشه که پرسپولیس بتونه مثل سال‌های گذشته تو آسیا حرف زیادی بزنه. یکی از با اخلاق ترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال ایران هست سید حسینی. این 3-4 هفته بحث فساد در فوتبال اصلا شرایط فوتبال ما رو خیلی دگرگون کرده. هر روز اخبار نگران کننده میاد بیرون. نظرتون در مورد این موضوع؟ ببینید خودم هم نگاه می‌کنم، این که اصلا مشخصه، ولی مطمئنم که تا آخرش نمیرن و رسیدگی نمیشه. چون من فکر کنم اگه قرار باشه رسیدگی بشه و تا آخرش برن، پای خیلی ها گیره و این کارو نمیکنن. مثل همیشه سالهای خیلی گذشتم هی اومدن و این کارو نکردن. امیدوارم که واقعا یکی باشه که بتونه این کارو ادامه بده که من فکر نکنم این کارو بکنه. حالا بوده نهادهای خارج از فوتبال چقدر شما رو دور میکنه؟ اونا هم نمیکنن. میگم که متاسفانه یه جوریه که این فساد متاسفانه توی فوتبال ما اصلا صحبتاشون گوش نمی کنم. یعنی چون خودشون یکی از کسایی بود که باید تصمیم گیرنده بودش تو سالها، ولی متاسفانه تصمیم های اشتباهی که گرفته. نه امیدوارم که حالا این کارو بکنن، حالا نهادهایی که از بیرون دارن این کارو دنبال میکنن بهترم هستش، ولی فکر نکنم اونا ادامه بدن. مهدی هاشمی نسب رو میبینید که مشغول کشیدن نقاشی در کلاس مربیگری ای آسیا در تهران هستش. عثمانم خطاب به آل کثیر گفته که سگ شکارچی من، بابت همه چیز ممنونم. اینا بی احترامی نمیدونن ها. اتفاقا سگ شکارچی یعنی تعریف کردن از کسی که خیلی آتش داره واسه گلزنی. امیدوارم خلاصه از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. نظرات شما هم خیلی دوست دارم بدونم در مورد پرونده فساد. بس این زیر واسم بنویسید. دمتون گرم فعلا.